یه کاری کردیم، بیش از اندازه تکلیفمون انجام دادیم. هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس تشکر نمیکنه، اما خدای متعال میفهمه. کرام الکاتبین مینویسن به خدا تشکر میکنه. ما خیلی مسئولیم، هم من، هم شما، هم دولت، هم مسئولین گوناگون، هممون دیگه. و خب بایستی همونطور که اون روزم در مرقد عرض کردم، محاسبات معنوی رو هم بایست داخل کرد. فقط این نیست که از لحاظ عقلانی آدم بگه که خب باید کار کنیم، نه، خدای متعال هم از ما سوال میکنه دیگه. خدای متعال به قدر امکانی که داده شده، به قدر نعمتی که داده شده، سوال و مؤاخذه وجود داره. اگر بتوانیم انشاءالله کاری کنیم که پیش خدای متعال روسفید باشیم، اون وقت همین آیاتی که با صدای خوش این قاری محترم تلاوت کردن، لا یحزن هم الفزع الاکبر، فزع اکبر، خدای با عظمت یک چیز رو کبیر بلکه اکبر بدانه، خیلی 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 چهره محیبی در مقابل اوست. اما خب کسانی که کار میکنن، تلاش میکنن، در وظایف عمل میکنن، اونجا دیگه خیالشون راحته. باید باور کنیم اینها رو. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه. یه کاری کردیم، بیش از اندازه تکلیفمون انجام دادیم. هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس تشکر نمیکنه، اما خدای متعال میفهمه. کرام الکاتبین مینویسن به خدا تشکر میکنه. یک کوتاهی کردیم، هیچ کس نفهمیده. ظاهر سازی کردیم یه جوری که خیال کردن که آره ما کارو خوب انجام دادیم، در حال که در باطن کوتاهی کردیم. هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس ما رو ملامت نمیکنه، اما کرام الکاتبین میبینن، مینویسن به خدای متعال مؤاخذه میکنه. اینجور نیست همش که ما فکر کنیم که حرف دادگاه پسند داریم یا نه. این دادگاه ها که چیزی نیست، دادگاه های بشری که اهمیتی نداره، دادگاه الهی اهمیت داره. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، اعماق دلهای ما برای خدا روشنه. این به نظر من چیز مهمیه. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، اعماق دلهای ما برای خدا روشنه. این در نظر من چیز مهمیه.